به روستای کاغذی رفتیم. روستایی به ظاهر کوچک که در دل خود کارگاهی بزرگ دارد. سال 86 30 تومن وام اشتغال زایی دریافت کردیم و محصولاتی که تولید میکنیم آسیا، میکسر، بالابر و علوف خردکن که همه برای خوراک دام و طیور و آبزیان مورد استفاده قرار میگیرن. کارگاهی که برخواسته از توان یک جوان است که فعل خواستن توانستن را صرف کرده. ورق در مرحله اول برش و خمکاری میشه، بعد قطعات تراشکاری شده روی دستگاه ها نصب و آماده رنگکاری شده، موتورها روی دستگاه ها نصب می شود و خط تولید کامل می شود. حالا این جوان روستایی با این کارش هم چراغ روستایش را روشن نگه داشته و هم چراغ تولید کشورمان را. 15 سال اینجا مشغول به کار هستم. از اینکه به چرخه تولید کشورم کمک می‌کنم خوشحال هستم. ما اینجا 10 نفر هستیم که مشغول به کار هستیم و از اینکه به اقتصاد کشورمون خدمت میکنیم لذت میبریم. آقای غنایی با تولیدش حالا ایران را برای ورود این نوع دستگاه ها بی‌نیاز و حتی از خروج ارز کشورمان هم جلوگیری کرده. ما سالانه 24 خط تولید کامل خوراک دام و طیور را که تولید میکنیم علاوه بر بازار داخل به کشورهای حاشیه خلیج فارس، افغانستان، عراق و قطر صادر میکنیم. کشاورزان هم که تجربه استفاده از این دستگاه ها را دارند از کیفیت آن میگویند. ما این آسیا میکسری که خریدیم از نمونه خارجیش هم بهتر بوده، هم کیفیت کارش بهتر بوده. این دستگاهی که میبینید، این دستگاه تو روستای خودمون ساخته شده با هزینه های بسیار کمتر. دیگه نیازم نیست ما بریم استانهای دیگه یا شهرهای دیگه بسازیم که با هزینه های سنگین. با دستگاه هایی که توسط همین نیروهای متحد روستا و شهر درست شده، ما موفق شدیم خوراک دام و طیور کل بخش شهرستان و بخش کویرات رو تامین کنیم. همت این جوان باعث شده تا اولین روستای تولید کننده این ادوات در کشور باشه. این شرکت که در یک روستا با 1900 نفر جمعیت قرار داره، سالانه بیش از 100 هزار دلار برای کشور ارزآوری داره. مجید سباقیان، خبرگزاری صدا و سیما، روستای کاغذی، آران و بیدگل.